ببینید عزیزان من، به جماعت بشری که شما نگاه میکنید، در هر جامعه‌ای، در هر شهری، در هر کشوری، با یک دید، با یک برش، مردم تقسیم میشن به دو قسم. یک قسم کسانی که از روی فکر و فهمیدگی و آگاهی و تصمیم گیری کار میکنن، یک راهی را میشناسن و دنبال اون راه حرکت میکنن، خوب و بدش رو کار نداریم. یک قسم اینان، حالا اینا را اسمشون را بذاریم خواص. یک قسم کسانی هستن که نه، دنبال این نیستن که ببینن چه راهی درست است، چه حرکتی صحیح هست، بفهمن، بسنجن، تحلیل کنن، درک کنن، ببینن جب اینجوریست، دنبال اون جب حرکت میکنن. اسم اینم بذاریم عوام. پس جامعه را میشود تقسیم کرد به خواص و عوام. حالا دقت کنید، من یک نکته‌ای در باب این خواص و عوام بگم که اشتباه نشود. این خواص کیا هستند؟ آیا یک قشر خاصی هستند؟ نه. تو اینهایی که ما میگیم خواص، آدمای باسواد هم هست، آدمای بیسواد هم هست. گاهی کسی بیسواد است اما جزء خواص هست، میفهمه داره چی کار میکنه، از روی تصمیم گیری و تشخیص عمل میکنه، ولو درس نخونده، مدرسه نرفته، مدرک نداره، لباس روحانی نداره، اما میفهمه که قضیه چیست. ما در دوران انقلاب، یعنی پیش از پیروزی انقلاب، بنده در تبعید بودم در ایران شهر. از یک شهری از نزدیکی‌های ما چند نفر آدمی بودن، یکشون راننده بود، یکشون چه بود، آدمای اهل فرهنگ و معرفت اونا نبودن، به حسب ظاهر به اینا میگفتن عامی، اما آدمای جزء خواص بودن. اینا میومدن مرتب دیدن ما ایران شهر، قضیه مذاکرات خودشون رو با روحانی شهرشون میگفتن. اون روحانی شهرم آدم خوبی بود، منتها عوام بود. ملاحظه میکنید راننده کمپرسی جزء خواص بود، اون روحانی محترم پیشنماز جزء عوام بود. مثلا اون روحانی میگفتش که چرا وقتی که اسم پیغمبر میاد یک صلوات میفرسی، اسم این آقا که میاد سه تا صلوات میفرسی؟ نمیفهمید. این راننده به او جواب میداد، میگفتش که اون روزی که دیگه مبارزه‌ای نداشته باشیم، اسلام بر همه جا فائق بشود، انقلاب که بشود، ما همون سه تا صلوات را نمیفرسیم، یکیش هم نمیفرسیم. امروز این سه تا صلوات مبارزه است. اون میفهمید، اون نمیفهمید. توجه میکنید؟ این رو مثال زدم برای این که بدونید خواص که میگیم معناش یک لباس خاصی نیست. ممکن است مرد باشد، ممکن است زن باشد، ممکن است تحصیل کرده باشد، ممکن است تحصیل نکرده باشد، ممکن است ثروتمند باشد، ممکن است فقیر باشد، ممکن است یک انسانی باشد که در دستگاه‌های دولتی باشد، ممکن است جزء مخالفین دستگاه‌های دولتی طاغوت باشد. خواص که می‌گوییم از خوب و بدش، حالا خواص رو هم باز تقسیم خواهیم کرد. خواص یعنی کسانی که وقتی یک عملی انجام می‌دهند، موضع گیری می‌کنند، راهی را انتخاب می‌کنند، از روی فکر و تحلیل است، می‌فهمم و تصمیم می‌گیرم و عمل می‌کنم. اینا خواصن. نقطه مقابلشون عوام است. عوام یعنی کسانی که وقتی جب به یک سمتی میرود، اینا میرن، تحلیلی ندارن. یه وقت مردم میگن زنده باد، اینم نگاه میکنه میگه زنده باد. یه وقت مردم میگن مرده باد، نگاه میکنه میگه مرده باد. یک وقت جب اینجور است اینجا میاد، یه وقت جب اونجور است اونجا میاد. یک وقت فرض فرمایید حضرت مسلم وارد کوفه میشود، میگن پسر عموی امام حسین آمد، خاندان بنی هاشم آمدن، ببین اینا میخوان قیام کنن، میخوان خروج کنن، چه تحریک میشه، میره دورور حضرت مسلم، میشن 18,000 بیعت کننده با مسلم.
5-6 ساعت بعدش هم رؤسای قبایل میان داخل کوفه به مردم میگن آقا چیکار دارید میکنید؟ با کی دارید میجنگید؟ از کی دارید دفاع میکنید؟ پدرتون در بیارن چه؟ اینا میرن اول خانه هاشون، بعد که سربازای ابن زیاد دور خانه توعه رو میگیرن که مسلم را دستگیر کنن، همینا میان باز بنا میکنن علیه مسلم جنگیدن. این عوامه، از روی فکری نیست، از روی یک تشخیصی نیست، از یک تحلیل درستی نیست. هر جور که جو بود حرکت میکنه.